زندگی پرمشغله‌ای که ما واسه خودمون درست کردیم باعث میشه در طول روز و در طول عمرمون به همون حس استرس، خستگی و حتی فرسودگی بده. استرس یکی از دلایل اصلی تمام بیماری هاست و میتونه منجر به افسردگی و اضطراب بشه. بعضی از رسومات فرهنگی و مذهبی چینی در گذشته هستند که بهشون تائوئیست میگن. این رسومات ایده های جالبی رو دارن که چطور از سختی های زندگی رها بشیم. این ایده ها از حکیمان باستانی چینی میاد. جالبترین نکتش اینه که میگه اگر ما در زندگی چیزهای اطرافمون رو مجبور کنیم تا ما رو به مسیر درست زندگی هدایت کنن، برعکسش اتفاق میفته و ما از مسیر زندگی گمراه میشیم. مجبور کردن چیزها یعنی مداخله یا حتی مخالفت با طبیعت و به گفته تائوئیست ها این کار مشکل ایجاد میکنه. اگر یه نگاهی به جوامع امروزی بکنین، میفهمیم که مردم دائما محیط اطرافشون رو به خدمت میگیرن که واسه شون کار کنن. اما خود همین مردم تحت فشار و اجبار زندگی میکنن. انسان دائما دنبال تغییر محیط اطرافشه و میخواد چیزهایی رو کنترل کنه که اساساً کنترلی روشون نداره، مثل سرنوشت، شرایط بیرونی و طبیعت. انسان وسواس پیدا کرده تا همه چیزو کنترل کنه. حکیمان تائوئیست میگن راه موفقیت تو زندگی کنترل کردن چیزها نیست، اتفاقا برعکس، رها کردن چیزهاست. چیزایی که نمیشه کنترلی روشون داشت و باید اینو بفهمیم. یکی از کتابایی که این موضوعات فلسفی رو نوشته تائو ته چینگ هست و گفته طبیعت از خودش مراقبت میکنه، اجازه دخالت نمیده. اینطوری خودش همه چیزو با نظم به سرانجام میرسونه. کتاب دیگه‌ای به نام لیزی نوشته لی یوکو از فیلسوفان چینیه. لی مشاهده کرد که ما چقدر در پیدا کردن شادی توی دنیای بیرون وسواس به خرج میدیم و همین تلاش ما واسه رسیدن به شادی و تغییر دادن شرایط بیرونیه که ما رو بدبخت کرده. ما با بیقراری دنبال انواع کارهایی هستیم تا شادمون کنن، اما همین تلاش ها و بیقراری ها باعث اضطراب ما شدن. نوشته های تائوئیست های باستانی ما رو متقاعد میکنه که مسیر زندگیمون رو عوض کنیم، مفاهیم و جهانبینی هایی که داریم رو رها کنیم، بدونیم که پوچی وجود داره و خیلی هم خوبه. همه چیز در رسیدن نیست، بذاریم طبیعت مسیرش رو طی کنه و با طبیعت حرکت کنیم، نه خلافش. اینطوری زندگیمون آسان‌تر میشه. قصد دارم توی این ویدیو 5 سخن از اعتقادات تائوئیست ها رو بگم و توضیح بدم که چرا همه چیز از کنترل ما خارجه و دیدگاه تائو برای خوشبختی چیه. سخن اول، رها کردن همه چیز. ژوانگزی، حکیم تائوئیست، میدونست که چطور کاری رو انجام نده. تو فرایندهای طبیعی دخالت نمی کرد، چون می دونست اگه این کارو بکنه طبیعت از شکل خودش خارج میشه و تبدیل به چیزی میشه که نیست و اوضاع به هم می ریزه. واسه همین همه چیزو به حال خودش رها می کرد، میذاشت مسیر طبیعی خودشو طی کنه و دید که همه چیز داره اطرافش رشد میکنه. توی خیلی از فرهنگای مردمان امروزی و توی کشورهای مختلف، موفقیت و بهره‌وری سرلوحه جامعه است و میدونن که هیچ کاری نکردن و ایستادن و نگاه کردن گناه محسوب میشه. ما به خودمون اجازه نمیدیم هیچ کاری نکنیم. همش میگیم باید یه کاری بکنیم، باید مشغول باشیم. اما در اصل ما داریم ضد طبیعت کار میکنیم و بعضی از تلاش‌های ما با طبیعت تداخل داره. یک مثالی توی این کتاب زده میشه که جالبه. میگه یک کشاورز از رشد گندم‌هاش ناراضی بوده. میخواسته گندم‌هاش سریع‌تر بلند بشن و رشد کنن تا محصولات بعدی رو دوباره بکاره. واسه همین تصمیم گرفت تا گندم‌هاشو به صورت دسته‌ای بگیر و به بالا بکشه تا شاید قد بکشن. این کار نه تنها باعث رشد سریع گندم‌ها نشد، بلکه کل محصولاتش هم خراب کرد. حالا ما هم اگر روش کار طبیعت رو ندونیم و بخوایم فشاری به طبیعت وارد کنیم، درست مثل اون کشاورز به خودمون آسیب میزنیم. حالا چه اتفاقی واسه اون کشاورز افتاد؟
وقتی دید محصولاتش خراب شدن، به این فکر نکرد که خودش با ناآگاهی باعث آسیب به محصولاتش شده. برعکس، طوری متقاعد شد که انگار طبیعت داره عذابش میده. اون کشاورز بهش فشار اومد، ناراحت شد، خسته شد، درمانده شد و نگران محصولات بعدی شد و زندگی به کامش تلخ شد. ما هم توی زندگی وقتی به چیزایی که کنترلی روشون نداریم فشار وارد میکنیم، ناخودآگاه از نتیجه نگرفتن خسته میشیم، ناامید میشیم و به خودمون صدمه میزنیم. تائوئیست میگه مشکلات خودشون حل میشن. شاید از بعضی نتایجشون خوشمون نیاد، ولی این کار طبیعته. ما نباید در کار طبیعت دخالت کنیم. البته این رو هم بگم، منظور از کاری نکردن این نیست که بشینیم و منتظر باشیم زندگی خوب پیش بره. منظور اینه نباید در چیزهایی که انسان کنترلی روشون نداره دخالت کنیم و نمیشه به اونها کاری داشت. مشخصه که سرنوشت ما به دست خودمون ساخته میشه و باید براش تلاش کنیم. اما روی چیزهایی که تلاش ما تأثیری نداره نباید وقت بذاریم، چون خودمون رو ناامیدتر میکنه. سخن دوم، به دنبال خوشبختی نگرد. جوانگزی نمیتونست بگه چیزی که همه آدما دنبالشن خوشبختیه یا نه، اما میتونست ببینه که راههایی که مردم دارن تلاش میکنن تا به خوشبختی برسن، همین راهها اونا رو بدبخت کرده. مردم استرس دارن، دنبال خوشبختیان، عجله میکنن، ناراحت میشن، خستن. جوانگزی استدلال میکرد که اگر به دنبال خوشبختی گشتن ما رو تا این حد ناراحت میکنه، پس بهتر اصلا دنبالش نگردیم. ما نه تنها خودمون رو خسته میکنیم، بلکه به چیزی هم که دنبالشیم نمیرسیم و توی یک موقعیت باخت قرار میگیریم و خودمون رو بیشتر ناراحت میکنیم. چیزایی مثل ثروت و شهرت ممکنه برای مدتی سرگرم کننده باشن، اما تو دراز مدت فقط نگرانی های جدید برامون دارن. چون به محض اینکه لذتش رو به دست آوردیم و چشیدیم که مشهور بودن یعنی چی، اون وقت میترسیم شهرت رو از دست بدیم. جوانگزی میگفت کسایی که فکر میکنن ثروت واسه شون مناسبه نمیتونن از درآمد خودشون صرف نظر کنن. کسانی که به دنبال تمایز از مردم هستن نمیتونن از فکر شهرت دست بکشن. در حالی که مردم به این چیزا چنگ میزنن، از دست دادنش میترسن. و اگر زمانی برای حتی مدت کوتاهی اون از دست بدن، ناامید میشن. جوانگزی استدلال میکرد که رضایت و رفاه در صورتی امکان پذیر میشه که به جای چنگ زدن برای رسیدن به چیزی، از چیزایی که تا الان به دست آوردیم لذت ببریم. اینطوری نگران از دست دادن چیزهای بزرگتر هم نیستیم و میتونیم به خوشبختی‌های بیشتر برسیم. سخن سوم، تماشای پوچی. توی کتاب نوشته شده مردم عموماً دوست دارن مورد تحسین قرار بگیرن، چون وقتی دیگران دستاوردهامونو تشخیص میدن بهمون احساس خوب میده. اما کتاب لیزی پوچی رو ارزش میدونست، چون میگفت وقتی از تمام وابستگی ها خالی بشیم استرس کمتری داریم. چون وقتی برامون مهم باشه دیگران کارهامون رو تایید کنن، نگران موفقیت های خودمون میشیم. خیلی از چیزایی که مردم به خاطرش ما رو تحسین میکنن به شرایط مناسب یا ویژگی های ذاتی بستگی داره. اگر شرایط مناسب باشه، اقدامات ما فقط به نتیجه کمک میکنه، چون خیلی از عوامل دیگه نقش خودشون رو ایفا کردن. موضوع بعدی مقایسه است. وقتی ما به دنبال تشویق شدن باشیم، خودمون رو با افراد موفق تو اون زمینه مقایسه میکنیم. ممکنه بعضی از اون افراد موفق تو مسیر پیشرفتشون شانس‌هایی آورده باشن و کمک‌هایی گرفته باشن که ما اون شانس و کمک رو نداشته باشیم. این موضوع ما رو ناامید می‌کنه، باعث میشه از موقعیت خودمون بیزار بشیم. لیزی میگه به جای نگرانی در مورد تحسین شدن، باید آروم باشیم و به پوچی اشیا فکر کنیم. ما نیازی به دیده شدن نداریم. باید در هیچی یا پوچی به سر ببریم تا انتظار تعریف دیگران رو نداشته باشیم. اینطوری خوشبختی رو بهتر تجربه میکنیم. سخن چهارم، قانون درونی. لاوتزو حکیم تائوئیست عقیده داشت وقتی فراتر از ظرفیت‌های خودمون قدم برداریم به درد سر میفتیم. معتقد بود انسانی که به دنبال چیزای غیر ضروری میره
مثل کسیه که روی نوک انگشتای پاش ایستاده. وقتی شما قصد دارین از یک جای بلند چیزی رو بردارین، روی نوک پاتون خودتون رو بالا میکشین. اینطوری احتمال زمین خوردنتون بیشتر میشه. تزو میگه انسان نمیتونه همه چیز رو کنترل کنه، پس وقتی این اتفاق میفته زمین میخوره. برای جلوگیری از این کار یک نگرش درونی لازمه. آدم باید بدون تحت تأثیر قرار گرفتن تعریف و انتقاد دیگران به درون خودش نگاه کنه و کارا رو انجام بده. چون هر اتفاقی در دنیای بیرون شما میفته روحیه شما رو تعیین میکنه. هر چیزی هم که روحیه شما رو تعیین کنه شما رو بازیچه قرار میده. سعی نکنین نگران جهانی باشین که هیچ چیزش قابل پیش بینی نیست. سعی نکنین برای کنترل کردن چیزی که کنترلش به دست طبیعته بیش از حد نگران باشین. مهمترین جمله تزو اینه که میگه این دنیا نیست که تعیین میکنه ما چه احساسی داشته باشیم، بلکه این ذهن ماست. پس باید برای رضایت ذهنمون خودمون رو از تغییر دادن دنیا دور کنیم. سخن پنجم، نگران سرنوشت نباش. نگرانی در مورد سرنوشت همه چیزو به هم میریزه. این موضوع توی یک مثال روشن میشه. حتما برای شما هم اتفاق افتاده که یک کار معمولی رو بارها درست انجام دادین، اما وقتی بهتون میگن بر اساس اون کار میخوان بهتون جایزه بدن، شما فوراً اون کارو خراب میکنین. مثل یک کمانداری که همه تیراشو به سمت هدف میزنه، اما تو مسابقات المپیک به خاطر نگرشش به مسابقه استرس میگیره و تیرشو خراب میکنه. زندگی هم همینه. به محض اینکه شما به دنبال نتیجه باشین، کارتون رو بد انجام میدین. مهارت شما تو انجام اون کار تغییر نکرده، اما چون به جایزه یا پاداش نگاه کردین، ذهن شما کنترلش رو از دست میده. در نهایت ژوانگزی میگه که ما همیشه نگرانی‌های بیخودی داریم که زندگیمون رو نابود میکنه. یه مثال جالبم میزنه. میگه پیرمردی بد زندگی میکرد. همش نگران بود. نمیتونست درست کارهای روزمره‌شو انجام بده. ازش میپرسن چی شده؟ میگه نگرانم که یه وقت آسمون به زمین بیاد و زمین نابود شه. اون وقت ما هم نابود شیم. این مثال به ما نشون میده که چطور نگرانی بیمورد اون پیرمرد باعث شد زندگیش خراب بشه. و اتفاقا ما هم در طول زندگی کلی از این نگرانی‌های بیدلیل داریم که اگه از بیرون بهشون نگاه کنیم میفهمیم واقعا هم چیز نگران کننده نبوده و نباید زندگیمونو اینقدر به خاطرش خراب میکردیم. پایان صحبت اینه: نگران چیزی که خارج از کنترلتون نباشین. اگه قرار باشه اتفاق بیفته، هر کاری هم بکنین اتفاق میفته. ما دائما از سرنوشتی میترسیم که اصلا نمیدونیم چطور اتفاق میفته. زندگی در جریانه و کنترل این جریان از عهده ما خارجه. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. به امید دیدار در ویدیوی بعد.